در واقع طبیعت هر چیزی که برای تولید شراب لازم است رو تهیه کرده. از این رو شراب، این نوشیدنی محبوب، هزاران ساله که وجود داره. به طور کلی فرایند ساخت شراب از زمانی شروع میشه که انگورهای تازه شروع به رشد کنند. بنابراین باید از این باغ شروع کنیم، جایی که یک تیم در حال چیدن این انگورها با دست هستند. زیرا که مدیران این کارخونه معتقدند که شرابهای با کیفیت تر به چیدن دستی نیاز دارند. این برگ ها به عنوان سایبان نگه داشته میشن. اونها مثل پنل های خورشیدی انرژی لازم برای تولید قند انگور رو تولید میکنن. خورشید تو ساعت بعد از ظهر به یک طرف بیشتر میتابه و به طرف دیگه کمتر. سمتی که کمتر تو معرض نوره، برگ های بیشتری ازش هرس میشه تا نور بیشتری به انگورها نفوذ کنه، چون نور کافی به ایجاد رنگ در انگورها کمک میکنه. مقدار قند انگورا قبل از چیدن بررسی میشه و باید در محدوده مشخص باشه. اگه خیلی کم باشه باید منتظر مون، و اگه خیلی زیاد باشه برای شرابهای درجه پایین تر استفاده میشه. و بالاخره وقتی انگورها برسن، یه مدت محدود شاید حدود 10 روزه برای چیدن انگورها وجود داره. گاهی وقتها هوا در زمان چیدن بسیار گرم میشه و این زمان به حتی 2 روز کاهش پیدا میکنه که اون وقت مجبورن در خنکی شبها هم کار چیدن انجام میشه. انگورها بعد از چیده شدن به کارگاه یا کارخونه شرابسازی برده میشن. در صورت لزوم انگورها روی یک میز مخصوص مرتب سازی پهن میشن، جایی که در واقع فقط به انگورها یک نگاهی انداخته میشه تا بعضی از برگ‌ها یا انگورهای خراب جدا سازی بشن. حتی کف ماشین حمل انگور هم شستشو داده میشه تا تمام قند انگورهای له شده در هنگام حمل و نقل هم استفاده بشه. شرابشناس ارشد این کارخونه معتقده که استفاده از مقدار کمی آب برای به دست آوردن آب انگورها و قندهای باقی مونده در کف کامیون مشکلی در فرایند شرابسازی به وجود نمیاره. سپس انگورها با خوشه درون دستگاه مارپیچی ریخته میشن که باعث له شدن و جدا شدن ساقه از انگور میشه. این دستگاه له کردن یا پازدن سنتی رو شبیه سازی میکنه. توانایی این دستگاه به قدریه که به راحتی پوست انگور رو میشکافه، اما هسته انگور رو خرد نمیکنه، چرا که خرد شدن هسته انگور باعث تلخ شدن و بیکیفیت شدن شراب میشه. سپس انگورهای له شده و آب اون به وسیله پمپ‌هایی به مخزن‌های مخصوص انتقال داده می‌شن که در اونجا اولین مرحله تخمیر رو برای ایجاد الکل انجام میدن. تو این مخزن‌ها 55 تن انگور جا می‌گیره. بنابراین اونها میتونن مقدار مشخصی از فضا رو پر کنن، چون اگر تمام ظرفیت پر بشه زمان تخمیر انگورها درست مثل یک قابلمه در حال جوشیدن سرریز میشن. تو این شراب‌ها مثل شراب پینو نوار فرانسوی از مخزن‌های تخمیر در هوای آزاد استفاده می‌کنن که برای مرطوب نگه داشتن دائمی انگورها و هوادهی شراب مفیده. تو ساعات و روزهای ابتدایی تخمیر آب انگور به پایین مخزن و توفاله‌های انگور به سطح مخزن میاد. دمای این توفاله‌ها گرم و آب انگور پایین مخزن بسیار خنک‌تره.
بنابراین با پمپ‌های مخصوص این آب انگور از پایین به روی مخزن و روی تفاله ها پاشیده میشه. در واقع مقداری مخمر هنوز روی پوست و زیر پوست انگور پنهان شده. بنابراین عبور مداوم مایع از اونها نه تنها به رنگ بلکه به ایجاد آخرین ذره الکل کمک میکنه. همچنین دمای سطح و کف مخزن رو هم یک دست نگه میداره. این کار در هر روز حداقل دو بار انجام میشه. تو این کارخونه ها شرابساز ارشد باید شراب هر مخزن رو چندین بار در روز بچشه تا عیوب یا هر چیز دیگه‌ای که ممکنه راه اشتباه رفته باشه رو تشخیص بده. وقتی که احساس کردن شراب به اندازه کافی تخمیر شده، اجازه میدن تا از مخزن تخلیه بشه. تفاله ها به دستگاه دیگری فرستاده میشن تا به وسیله فشار پرس شراب موجود در بین پوستای انگور گرفته بشه. تفاله ها هم برای مصارف کشاورزی به کمپوست فرستاده میشن. تو این مرحله اگر رنگ، سطح قند و الکل شراب ایدئال باشه، برای بشکه کردن آماده میشه. مثل ویسکی‌های بوربون و جک دنیلز، این شراب‌ها هم در بشکه‌های بلوط برشته شده قرار می‌گیرن. روی این بشکه‌ها اطلاعاتی مثل جنس نوع چوب بلوط، نوع شراب و تاریخشون نوشته میشه. این بشکه‌ها فقط برای دادن طعم چوب به شراب نیستن. اونها به شراب زمان میدن تا تحت فرایندی که اون رو تخمیر ثانویه مینامند قرار بگیره. این تخمیر ثانویه با تبدیل اسیدهای شراب به انواع دیگر، طعم‌های مانند طعم خامه رو ایجاد میکنه که در زمان نوشیدن واقعاً خوشمزه و خوش‌طعمه. ضمناً درصد الکل تو این مرحله هیچ تغییری نمی‌کنه و فرایند الکل سازی کاملاً متوقف شده. یک سال بعد از اینکه شراب‌ها کهنه شدن و طعم نرم‌تری گرفتن، بشکه ها خالی و سپس آبکشی میشن تا بتونن دوباره از اونها استفاده کنن. مرحله آخر بطری کردن شرابه. شراب رو توی بطری های تیره میریزن تا از برخورد نور به شراب تا حد زیادی جلوگیری بشه. اما قبل از پر کردن توسط این دستگاه ها، اکسیژنی که ممکنه داخل این بطری ها وجود داشته باشه گرفته میشه. بنابراین وقتی چوب پنبه بشن، فشار مناسبی تو بطری به وجود میاد. و اما ارزش این شراب. در حال حاضر در اروپا یک بطری 750 میل از این شراب حدود 25 یورو است که میتونه بسته به سن شراب و کشوری که فروخته میشه کمی بالا یا پایین تر باشه. در حال حاضر تو کانال زررق چند مدل ساخت شراب خونگی وجود داره. لینکشون رو توی دیسکریپشن گذاشتیم. اگر دوست داشتید میتونید برید ببینید. واو.